دوستان عزیز درود بر شما دکتر کیوا هستم با جلسه دوم آموزش نرم افزار SPSS در رشته های مختلف عزیزان این جلسه میخوام در مورد نحوه درست وارد کردن پرسشنامه ها چه پرسشنامه هایی که داده های جمعیت شناختی یا دموگرافیک دارند و چه پرسشنامه هایی که در واقع سوال دارن تو این جلسه، این قسمت و نحوه وارد کردن در واقع این داده ها رو در SPSS خدمتتون ارز بکنم. خب جلسات پیش من در مورد منو یه سری توضیحات خدمت شما دادم که تو اون کلیپ قبلی که در واقع در یوتیوب هست میتونید اونو ملاحظه بکنید. این جلسه مستقیما روی پرسشنامه میریم. هر نوع پرسشنامه باشه در واقع ما باید SPSS گفتم که جلسات قبل ما تعریف دیتا هاشو انجام میدیم. بیریم سراغ یک مثال که فرض بفرمایید که حالا شما یه پرسشنامه دارید که بخشی از پرسشنامه تو در واقع اطلاعات جمعیت شناختی داره مثل مثلا جنسیت شغل اون شرکت کنندگان که در اون پژوهشی که شما داری روشون کار میکنید و همچنین مثلا تحصیلاتشون یا تعداد فرزنداشون یه همچین پرسشنامه ای دارید و یه پرسشنامه هم مثل حالا پرسشنامه های حالا در رشته های مختلف رشته های مثلا علوم پزشکی رشته های علوم انسانی حالا من یه پرسشنامه تو حوزه علوم انسانی خدمت شما عرض می کنم و نحوه دیتا وارد کردن اینا تقریبا شبیه هم هست پس میریم سراغ این قسمت که ببینیم چجوری دیتا رو باید وارد کنیم همونطور که جلسات قبلی گفتم SPSS دو تا دیتا داره یه دیتا ویو داره یه وریبل ویو داره که در قسمت وریبل ویو که اینجا من کلیک کردم ما باید دیتا رو وارد بکنیم اولین چیزی که هست حالا من با توجه به اینکه فعلا حالا نمونه رو گروه بندی اینا نمیخوایم بکنیم و در جلسات بعدی من اینو آموزش میدم اینجا فرض میکنیم که ما مثلا فرض کنید هزار نفر افراد داریم و میخواهیم فرض شیوع حالا افکار افسرده رو در این افراد بسنجیم برپرش. خب این نمونه ما فرض بکنید که ما میگیم که افراد مثلا از 20 تا 50 سال هستن یعنی بالغ هستن و میخواهیم شیوع میزان افسردگی رو بین این افراد بسنجیم خب ما پرسشنامه افسردگی رو بالفرض بین این افراد پخش کردیم و پرسشنامه رو که جمع آوری کردیم میخوایم توی SPSS داده رو وارد بکنیم و مثلا فرض کنید که میزان شیوع رو به دست بیاریم طرز وارد کردن دیتا اینه که شما باید از اطلاعات جمعیت شناختی شروع به کار بکنید پس ابتدا میگیم که بلفرز مثلا میزان سن این افراد کلمه ایج رو شما تو قسمت نیم تایپ میکنید در قسمت لیبل میتونید فارسیش رو بنویسید مثلا سن آزمودنی ها رو میتونید اینجا تایپ بکنید در قسمت ولیو اگر رنج و بازه سنی میخواید به این افراد بدید که ببینید مثلا من الان کد یک رو میدم مثلا میگم افراد 20 تا سی سال بلفرس حالا مثلا سال هم به صورت می نویسیم که صورت فارسی می نویسیم که بشه ازش استفاده کرد یا نه اگر شما میخواهید سال رو همون عددی که فرد در پرسشنامه وارد کرده همون عددی که فرد در پرسشنامه وارد کرده بعدا شما همینو رو گزارش می کنید پس بیشتر بیشتر پژوهش ها عزیزان سال رو به صورت کدبندی نمیارن یعنی بیشتر به صورت همون عدد ذکر میکنن مثلا فرض کنید فرد اول حالا 20 ساله هست 20 می نویسید 22 می نویسید 23 و الی آخر تا مثلا 50 ساله که رنج کار شماست یا نه بعضی از پژوهش ها به ویژه پژوهش های علوم اجتماعی میان رنج سنی ها رو به صورت کدبندی میدن که بعدا فراوانی و اون تعداد افرادی که بین 20 تا 30 سال بوده رو به دست میارن حالا در این پژوهش من نمیخوام در واقع تعریف بکنم اینجا و نیازی هم نیست منتها قسمت اسکیلش یعنی اون مقیاسش میشه مقیاس فاصله یا نسبی که اینجا شما باید اونو حتما مراعات بکنید مورد بعدی که حالا توی بخش مربوط به فرض بکنید که این افراد ما برامون مهم هست مثلا فرض کنید گرید یا همون درجه تحصیلیشون هست که اینجا شما میتونید بنویسید مثلا تحصیلات آزمودنی ها در قسمت این اینجا ما باید باید حتما تحصیلات رو تعریف کنیم مثلا کد یک رو میدیم مینویسیم بلفرس مثلا دیپلم حالا اون بر بسته به پژوهش شما هست این به صورت مثال فرضی هست کد یک رو میزنیم دیپلم مثلا کد دو رو میزنیم فرض بکنید فوق دیپلم و کد سه رو مثلا میزنیم چی لیسانس اگر تعداد آزمودنی های که این پشت روشون کار کردیم تو این ستا هستن مثلا فرض کنید این ستا کد رو در واقع وارد البته شما میتونید از بی تا مثلا دکترا هم این رو وارد بکنید حالا به صورت مثالی من این ستا رو می نویسم مقیاسش میشه اوردینال یا رتبه ای هست عزیزان اینو خوب دقت بکنید که اشتباه وارد نکنید مورد بعدی که حالا مثلا جنسیت این افراد هست این افرادی که شما میخواید به فرض چیز بگید. اینجا در واقع می جنسیت که اینجا به صورت چی؟ مذکر و است مثلا میتونید بنویسید کد یک مربوط به مرد و کد دو مربوط به چی؟ زن هست اینم اوکی میکنید ولی میقیاس این میشه نومینال یا اسمی چون کدبندی به صورت حالت رتبه ای نیست خب فرض بفرمایید که حالا اینها همشون داده های جمعیت شناختی هستن که شما در این پرسشنامه میخواستید وارد بکنید بعد از اون میرسیم به سوالات خود پرسشنامه شما یه پرسشنامه رو به صورت فرضی در نظر بگیرید که 20 تا سوال داره 20 تا سوالش هم به صورت مقیاس اصطلاحاً لیکرتی هست که حالا مقیاس لیکرتی چیه مقیاسی که هر سوالش درجه بندی شده است مثلا از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم یا برعکس از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم عزیزان خوب دقت بکنید شما باید در پژوهشاتون از پرسشنامه های هنجاریابی و استانداردیابی شده استفاده بکنید لذا از این جهت مثلا پرسشنامه افسردگی بکو داریم پرسشنامه های دیگه داریم حالا به صورت مثال من میگم حواستون باشه که شما پرسشنامه هایی که در واقع استفاده می حتماً حتما حتما به صورت مقیاس لیکرتی باشه یا به صورت حالت مقیاس بله خیر هست منتها تو طرز این امتیاز بندی حتما به توضیحات پرسشنامه دانشجویان عزیز و عزیزان پژوهشگر دقت بفرمایید که چرا که تو اون مقیاس نشون داده شده مثلا فرض کنید از کاملا مخالفاً امتیاز یک میگیره تا کاملا موافقا میشه امتیاز پنج علاوه بر این در پرسشنامه عزیزان یه سری از سوالاتش به صورت نمره معکوس هست یعنی مثلا اگر 18 سوال از 20 سوال یک پرسشنامه کاملا مخالفم نمره یک میگیره و کاملا موافقم نمره پنج میگیره دو سوالش برعکس هست و تو پرسشنامه توضیحاتش هست شما اون دو سوال رو باید برعکس اسم معکوس در واقع امتیاز بندی بکنید که الان خدمت رو عرض میکنم شما فرض بکنید که سوالات پرسشنامه رو میخواید با یک نمادی نشون بدیم مثلا ما میگیم که به صورت کوشن هست دیگه اول حرف Q1 بعد Q2 تراحی میکنیم بعد Q3 Q4 Q5 این Q ها منظور در واقع سوالات پرسشنامه شما هست که قرار به شما داده رو در SPSS وارد بکنید 11 12 13 14 و حالا تا آخر به همین ترتیب شما باید سوالات رو به اصطلاح طراحی بکنید عزیزان اول خود سوالات رو بعد حالا تعریف سوالات رو اینجا ما میاریم خب اینجا شما توی لیبل عزیزان میتونید بنویسید حالا مثلا سوال اول و ال آخر یا میتونید بنویسید که مثلا فرض کنید سوال به مثلا افسردگی حالا به فرض سوال یا اینکه توی توضیحاتش کلا بنویسید پرسشنامه افسردگی این سه تا حالت رو هر کدومو که پژوهشگر مد نظرش هست و نمیخواد یادش بره رو حتما شما باید چی بنویسید اون چیزی که خیلی مهمه در بخش ولیو هست که شما باید تعریف بکنید حالا ما فرض میکنیم پرسشنامه ما گفتن میگیم که امتیاز یک از کاملا بلفرس مخالفم شروع میشه یعنی یک به کاملا مخالفم میرسه دو امتیاز مخالفم سه به صلاح مثلا نظری ندارم چهار میرسه به موافقم طبق اون پرسشنامه و پنجم امتیاز خیلی موافقا بهش تعلق میگیره اد میزنید و اوکی میکنید برای اون سوالاتی که دقیقا مثل سوال اول دقت کنید برای سوالاتی که دقیقا مثل سوال اول دارن نمره گذاری میکنن شما اینجا کلیک راست میکنید کلیک بس راست میکنید کپی رو میزنید و اینجا کلا پیست میکنید فرض بفرمایید که سوالات یک تا هجده در واقع دارن امتیاز بندیشون به صورت به این صورت هست خب پس خوب دقت بکنید در پرسشنامه هایی که اکثر پرسشنامه ها نمرات مرکوز ندارن ولی بعضیشون دارن که حالا من تو این جلسه تاکیدم اینه که اینم به شما یاد بدم دیگه برای دو تا سوال آخر که سوال مثلا 19 و 20 هست نمیتونید این امتیاز چون خود توضیحات پرسشنامه اینو گفته که شما باید معنوم معکوس بدید دوباره اینجا کلیک میکنیم میگیم که یک رو میدیم به اه... کاملا موافقم یعنی برعکس نمره گذاری میکنیم دو میدیم به موافقم سه رو میدیم دوباره به همون نظری ندارم چهار رو میدیم به مخالفم و پنج رو میدیم به چی؟ به خیلی مخالفه اد رو میزنید و اوکی میکنید و برای سوال 20 هم چون نمرش معکوس هست اینم پیس میکنه حالا مقیاس اینا چی میشه؟ مقیاس اینا چون به صورت رتبه هستن همه رو در واقع شما اوردینال میذارید پشت سر این پرسشنامه اگر پرسشنامه دیگه در این پژوهش دارید به خاطر اینکه شما به سرا سن آزمودنی ها اینجا که کلیک کردم درجات تحصیلی آزمودنی ها و همچنین جنسیت آزمودنی ها دیگه دوباره اینو وارد نمی کنید عزیزان دوباره سوالات پرسشنامه دیگه حالا با یک علامت دیگه با یک حرف دیگه مشخص می کنید و توی توضیحات اینجا می نویسید که سوالات افسردگی یا مثلا اینجا می تونید بنویسید عزیزان پرسشنامه افسردگی می تونید کاری که انجام بدید اینه که اینجا استراحان کوپی پیس کنید و اینجا قشنگ مشخص میشه که سوالات شما توی این قسمت لیبل هر چیزی رو میتونید بنویسید که برای شما میتونه راهنما باشه بلفرز الان یه پژوهشگر بیاد همین فایل SPSS رو مشاهده بکنه میبینه که سوال از سوال چهار که پرسشنامه افسردگی نمیشیم تا سوال از سوال ببخشید Q1 تا Q20 در واقع مربوط به پرسشنامه افسردگی هست پس عزیزان خواهشان این قسمت لیبل ها رو حتما سعی بکنید توی SPSS 26 و 27 هست قابلیت فارسی نوشتن داره توی تحلیل ها هم بالا میاد که حالا در آینده من تحلیل رو به شما میدم سعی به فرمایید این تحلیل رو به درستی انجام بدید و مشخص بشه این هم از نحوه وارد کردن یه پرسشنامه است که حالا این نوع سادش هست انشاءالله در طی جلسات آینده من پرسشنامه های پیچیده رو برای شما میارم و طرز وارد کردن داده ها را چون ببینید 80 درصد SPSS اینه که شما باید داده های پرسشنامه ها را درست وارد بکنید تا بعدا SPSS دارید حالا میریم سراغ دیتا ویو اینجا بلفرز فرض می‌کنیم که سن آزمودنی مثلا دارم میگم که مثلا فرض کنید 24 سال هست گریدش امتیاز فرض کنید مثلا یک میخوره جنسیتش رو یک میدیم سوال یک رو یک مثلا سوال دو رو گزینه دو سوال سه رو مثلا چهار به همین ترتیب مثلا پنج رو زده باز دوباره دو رو زده به صورت مثالی چهار رو زده و سوال شیش رو مثلا پنج رو زده به همین ترتیب طبق اون پرسشنامه ها شما باید وارد بکنید اگر این گزینه اصطلاحا روش کلیک میکنم نوشته ولیو لیبل اون لیبلایی که ما براش تعریف کردیم و فعالش بکنیم اینجا شما میبینید که فرد شماره یک 24 سال سن داره گرید تحصیلیش هست دیپلم جنسیتش مرد هست سوال یک رو کاملا مخالفم زده سوال دو رو مخالفم زده سوال سه رو نظری ندارم داره سوال چهار رو خیلی موافقم داره و شما حتی از این طریق هم میتونید فردها رو از همدیگه تشخیص بدید تو پرچشنامه هاتون که ببینید درست وارد کردید یا نه نکته بعدی این که شما بلفرض هزار نفر دارید و میخواید این اطلاعات رو روی هزار نفر تو اسپیسیس پیاده بکنید دقت بفرمایید پرسشنامه ای که پر کردید مثلا فرض کنید یه پرسشنامه که جلو دستتون است بهش عدد یک بدید که اون یک با این یک مچ بشه و دیگه بعدا شما اگر سراغ پرسشنامه ها برید و داده گم شده یا چیزی داشته باشید مستقیما سراغ اون پرسشنامه برید و اون داده گم شده رو دوباره تکمیل میکنید این به صورت مختصر و خیلی ساده نحوه در واقع وارد کردن دیتا در SPSS هست امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه حتما حتما توی یوتیوب لایک و سابسکرایب این ویدیو یادتون نره چون اگر سابسکرایب بکنید ویدیوهای بعدی بعدا براتون در این زمینه آپلود میشه که انشالله ویدیوهای کامل تر در مورد تحلیل نوشتن توی پایان نامه ها به خصوص بخش جداولش رو خدمتون ارز خواهم کرد تا یک جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم بدرود